سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص سه تا تابع با هم صحبت بکنیم که تابه های خیلی ساده ای هستن اما کاربردی خب تابع سام که خیلی ها آشنا هستن شاید زیاد توضیح لازم نباشه اما گفتیم اینجا بگیم که یه سری نکته داره مخصوصا شورت کیش که خیلی استفاده میشه و بعد تابع پروداکت هستش که برای ضرب استفاده میشه و تابع سام پروداکت که یه تابع کاربردی دیگه هستش که دوتا آرایه رو زرد میکنه و بعد جمع میکنه خب تابع سام رو خیلی باش آشنا هستن کافیه که سام رو بنویسن و داخلش اون مقادیری که میخوان جمع بکنن رو وارد بکنن حالا یا به صورت یک بازه از مثلا بی دو تا بی هشت که مجموع رو میذاره اینجا یا به صورت تک تک مثلا اینجا بی دو رو انتخاب بکنه ویرگول بزنه بعد بی سه رو انتخاب بکنه یا مثلا من اگر اینجا بخوام این دو تا بازه رو از بی دو تا بی هشت رو با سی دو تا سی هشت جمع بکنم میتونم به این صورت سلکت بکنم ویرگول بذارم و دو تا آرائیر رو بهش بدم و جمع رو باسه من بذاره. خب نکته ای که میخواستم در مورد تاب بگم این هستش که ما یه دونه شورت کی داریم که اگر آلت مساوی رو بزنین به صورت خودکار میاد اون بازه ای که اعداد توش هست رو خودش سلکت میکنه و کافیه اینتر رو بزنید مثلا الان اینجا دوباره من آلت مساوی رو میذارم میبینیم که اینجا داره سلکت میکنه توجه بکنید تا خود عدد دو هست چون اینجا تکسه اگر این وسط یه دونه فاصله ای داشته باشیم مثلا یه سلول خالی داشته باشیم فقط این مقادیر رو میگیره پس یادمون باشه اگر میخواین از آلتموساوی مساوی استفاده بکنیم وسط مسط ها یه موقع تکس یا مثلا سلول خالی نداشته باشین بیاین اینجا مثلا دوباره آلتموساوی رو بزنین الان توجه کنین این بازه رو گرفته میاد دقیقا نزدیکترین اعداد که رنجش وجود داره رو سلکت میکنه و واسه ما سام رو قرار میده به صورت خودکار خب این نکته ای بود که توی تابه سام میخواستم بگم یه سری نکات دیگه ای دار تابع سام ولی خب شاید اونقدر کاربردی نباشه مهمترینش همین بود خب بعد تابع ضرب هستش ما برای ضرب کردن تو اکسل از تابه پروداکت استفاده میکنیم مثل همون سام هستش کافیه که اون رنجی که میخوام رو توش قرار بدم و میاد دونه دونه اعداد رو ضرب میکنه و نتیجه رو واسه من قرار میده پس فقط کافیه که اینجا بنویسم مساوی پروداکت و بعد بازم رو انتخاب بکنم و پرانتز رو ببندم که میبینین اینجا میاد ضرب اعداد رو با من قرار میده خب این هم از تابع پروداکت تابع سام پروداکت چیه؟ ما خیلی جاهات مخصوصا تو کارهای آماری لازم داریم که این دوتا آرایه رو با هم ضرب بکنیم دونه دونه و بعد جمع بکنیم مثلا میایم اینجا میایم از همون تابع پروداکت اگر من استفاده بکنم بعد اینجا اول ضرب کردم و بعد میخوام مجموع اون رو به دست بیارم که کافی اینجا آلت مساوی بذارم که میشه 289 میبینیم اول ضرب کردم و بعد جمع کردم واسه اینکه این عملیات رو یک جا انجام بدیم بدون اینکه بخوام یه آرای دیگه یه ستون دیگه یه اضافه بکنم کافی سام پروداکت رو بذارم آرایه اول رو یعنی این قسمت رنج اول رو که میخوام توی آرایه دوم ضرب بشه اینجا سلکت بکنم پس فقط کافیه که من آرایه ها رو که میخوام تو هم ضرب بشه رو با هم اینجا قرار بدم و میبینید تا تعداد زیادی هم آرایه میتونیم بذاریم فکر میکنم 255 آره تا 255 آرایه میتونیم بذاریم که دونه دونه اعداد هم عرض خودش رو ضرب میکنه و بعد در نهایت جمع میکنه همه رو با هم که اینجا میذاره مثلا من اگر اینجا یه آرایه دیگه ای داشته باشم که اینجا باشه میتونم اینجا واسه سام پروداکت استفاده بکنم و اینجا اینا رو سلکت بکنم هر آرایه آر 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 رو دونه دونه و بعد میاد این ستا رو اول تو هم ضرب میکنه مثل همون تابع پروداکتی که گفتم اول میاد پروداکت رو اعمال میکنه ضرب میکنه و بعد میاد در نهایت اونا رو با هم دیگه جمع میکنه که من اینجا یا آلت مساوی رو بذارم میبینی که این دوتا عدد با هم برابر شد پس به جایی که من بخوام یه ستون ضرب اینجا اضافه کنم و بعد در نهایت جمع کنم فقط کافی از سام پروداکت استفاده بکنم خب این هم یه نکته دیگه ما تابه های سام های مختلفی داریم مثلا اینجا اگر سام رو بذاریم بینیم که سام ایف داریم ایف داریم اینا رو که تو جلسه بعد چون خیلی تابه های مهمی هستن صحبت میکنیم سام اسکیو داریم که میاد هر کدوم از اینا رو به توان دو میرسونه اول و بعدا با هم جمع میکنه توی کارهای آماری خیلی مفیده سام ایکس تو ام وای تو داریم که تابه این تابه میاد هر کدوم از این آرایا رو اول به توان دو میرسونه و بعد از هم کم میکنه و در نهایت با هم جمع میکنه مثلا اینجا یک به توان دو میرسونه دو رم به توان دو میرسونه که میشه یک منهای چهار بعد دوباره میاد اینجا دو به دو میشه چهار دو به توان دو میشه چهار سفر پس اینجا من یه دونه منفی سه دارم یه دونه سفر دارم سه به توان دو شیش به توان دو کم میکنه پس در نهایت به من جواب رو میده پس میاد اینجا میشه منفی 545. یه سام دیگه هم اینجا هستش که خوبه که در موردش صحبت بکنیم سام x2p y2 هستش که میاد هر کدوم از اینا رو به توان 2 میرسونه و بعد با هم جمع می‌کنه مثلا من اگر اینجا دوباره این رو استفاده بکنم یا این‌ها رو select بکنم و اینا رو هم select بکنم میاد 1 رو به توان 2 میرسونه و اضافه 4 میکنه مثلا دو به توان 2 4 رو به اضافه 4 میکنه 9 رو به اضافه 36 میکنه و و میره تا آخر که میشه 825 شد خب و در نهایت یه تابع سام دیگه ای هم داریم که اینجا دیدیم مثلا سام x m y2 که میاد مجموع مربعات اختلاف دوتا تا آرایه رو حساب میکنه که این هم یکی از های خیلی کاربردی توی در واقع آمار هستش که میاد این دوتا رو اول از هم کم میکنه میگه یک منهای دو میشه یک به توان دو میرسه دو منهای دو میشه صفر به صفر به توان دو سه منهای 6 میشه منفی سه و بعد به توان دو میرسونه که میشه نه یعنی در نهایت من یه عدد مثبت باید داشته باشم که میشه 245 خب اینم هم تابعه سامی هستش که من توی اکسل دارم ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com کانال یوتیوب دیاکو دی و کانال تلگرام ltd مراجعه بکنید